جواب یا پاسخ ایمل جان آصفی برای مخاطبین و علاقمندانی که با پیام‌های زیبا و عجمه از محبت خود ایمل جان را وادار کردند تا او در پاسخ به محبت و شفقت آنها متن زیبا و پر از صمیمیت داشته باشد. درود و سلام به همه شما عزیزان. محبت بی پایان شما عزیزان که در هر نقطه نبود ایمل آصفی را در برنامه بامداد خوش ذکر شد و شما با پیام های پر از لطف و محبت خود به مثل باران او را وادار کردید تا او احساساتی شده و متن زیبایی در پاسخ داشته باشد. واقعا نبود وای در برنامه بامداد خوش واکنش های به همراه داشته. این همه نشان دهنده آن است که محبت وای در دل هموطنان ما جای خاصی دارد. حتی یکی از خواهران ما که ایمل جان را به اندازه دوست دارند از عکس‌های وای ویدیوی کوتاه درست کرده و پیامش را در هان گنجانیده است. تو جان ما هستی، تو جگر ما هستی، تو در قلب ما هستی، تو بیادر ما هستی. چی براتم بگم؟ قربانت شوم. پاسخ به این همه محبت شما. گاهی به این فکر میکنم که آیا میشود این حجم از محبت، شفقت و لطف دوستانم را جبران کنم یا نه؟ همیشه هم خودم را در پاسخگویی به بزرگمنشی دوستانم عاجز میدانم. این بار نیز خواهر عزیزم این کلیپ را که فقط پاره از مهربانی هایش هست برایم فرستاده که روح و روانم را دگرگون کرد. خدا را بابت داشتن چنین خواهر سپاسگزارم و با خود تعهد دارم که پاس این مهربانی ها را تا آخر خواهم داشت. به یقین که در زندگی کاری و شخصی سرمایه جز شما ندارم. پیام شخص خودم برای ایمل جان آصفی، برادر نازم، شما هم سرمایه گران قیمت ما هم هستید. با شنیدن واژه های مؤدبانه و الفاظ شیرین از زبان شما در برنامه بامداد خوش واقعا روز همه ما با زیبایی هایش آغاز می شود. شما یقینا از دید همه دوستان یکی از بهترین ها در گویندگی در تمام افغانستان یکی و یگانه هستید. به وجودت افتخار می کنیم و آرزو داریم که افیز جان پیامی که کرده هست واقعیت داشته باشد و شما دوباره در طلوع بدرخشید و علاقمندان خود را هیچگاه مایوس نسازید. ایمل جان عزیز، ویژگی های شما بسیار هست ولی چندهان اخلاق نیک، لبخند امیدوار کننده و انرژی کامل شما در برنامه امرا ماو خود کرده است. امید باز هم بامداد را با دیدن شما در برنامه آغاز نماییم. دوستان عزیزم، شما هم خاموش نمانید، چیزی برای گفتن و نوشتن داشته باشید. تا برنامه های بعدی شب و روز خوشی داشته باشید. با احترام، خوش بوتیوی.